زیباترین تالاب غرب آسیا و خاورمیانه تالاب انزلی نابود شد. نابود شد؟ متاسفانه. دست شما در نکنه. کار ازت عالی بوده؟ نه خیر. میگم شما علی این کاران. گزارش های دریافتی از تالاب انزلی حاکی است متاسفانه این تالاب زیبای بین المللی و محیط زیست ده ها گونه جانوری و پرندگان مهاجر بر اثر خشکسالی و بیتوجهی به طور کامل خشک شده است. ای دل غافل، دلمون خوش بود یه تالاب انزلی خوشگل و هلو. مامان چقدر توریستی، چقدر جز جاذبه‌های گردشگری و توریستی ما بود، می آمدن می رفتن. این داستان محیط زیست رو سالها بزرگانی مثل پروفسور کردوانی و اینا که راجع به کمبود آب، اصلا ایشون میگه دشمن اصلی ما آبه، این دشمنهای دیگه موقتی هست، آب نیست. میگه چند سال دیگه جنگ بین استانها اینا سر آب ممکنه باشه. بی خود که کوروش کبیر نگفت که خدایا این مملکت رو از سه چیز در امان بدار: یک، خشکسالی، دو، دروغ، سه، دشمن. خب الحمدلله ما خشکسالی و دروغ و اینا که خیلی نداشتیم، اخیرا این مقداری حالا از کشورهای دیگه تزریق کردن. محیط زیست باید به فکر درچه ارومیه باشه، تالاب انزلی. البته توقع بی جا هم داریم ما. بله بنده خدا چجوری میتونه مشکل تالاب انزلی رو جمع کنه وقتی که پای خودش رو نمیتونه جمع کنه؟ عزیزی آمده در مجلس ختم داغ دیدگان خبرنگاران عزیز، جوری بازنشسته که من خیال کردم بازنشسته است. ولی خب درسته بازنشسته شده، ولی زیادی بازنشسته شده. جوری که بنده فرمودم عرض کردم اگر بر دیده مردم نشینی به جز وارفتگی چیزی نبینی. چرا؟ خب بعد باز اصرار بر این قضیه که من به طور طبیعی همینجوری میشینم. برادر من، احترام شما واجب بر ما، ارادت داریم، اما خب یک عمر آدم ممکنه به غلط یه جوری بشینه، به غلط یه جوری وایسته، به غلط یه جور حرف بزنه. خب یه جایی باید مراعات کنیم، حرف حق رو بپذیریم. اونجا جلو بانوان محترمی که در مجلس حضور داشتن زیبنده تر بود. من رضا رفیع منو به خنده میشناسن، خب برم تو یک مجلس ختم بخندم و بعد عکس بگیرن بگن تو مجلس ختم چرا خندیدی، بگم من یه عمر همینجوری. خب یه عمر اشتباهه. نیام باز برم یه مجلس ختم دیگه چلوم بنده خدا قش قش بخندم که بگم من همیشه همینجوری. ایشون رو دیدم که خب جوری نشستن که پاها باز هست. برگشتم به خاطرات گلاغایی خودم، رفتم تو تونل زمان، رسیدم به سال 73. جناب آقای حیاتی، شما گلاغا رو به خاطر دارید؟ بله. مرحوم صابری رو. بله. یک عکسی از آقای ایشون دیدم، کاریکاتورشون رو کشیده بودن، وزیر کشاورزی بودن، رفته بودن به روستاهای اطرافی که از شهرستانا به کشاورزی میگفتن آمدن سر سامان بدم زمینای کشاورزی تو. کشاورزی به بنده خدا میگفت جناب آقای مهندس شما لطف کنم زمینای ما رو خراب نکن سر سامان. این کاریکاتورات دیدم آی وزیر روی خر نشستن. خب خرم که میشینی پاها باز میشه. خب ببین شما نمیتونی با همین حالت بعد رو صندلی هم که نشستی، حالا الان دوستان کاریکاتور رو نشون میدن، رو صندلی هم که نشستی انگار که رو خر نشستی، پاها همون مقدار طرفین خر باز باشه. نه صندلی قاعد ببین الان مامان هلو نشستم تمیز. خلاصه چون چرا؟ چون در محضر مخاطب بیننده آی حیاتی خانواده نشستن اینجا، نه چند تا خانواده اینجا، اقتضا میکنه که دیسیپلین خاص خودم رو داشته باشم و اینجوری بشینم. این تالاب انزلی چی میشه؟ انشالله که درست میشه. منتظر بارانی. اگه با انشالله گفتن درست میشه، باران بیاد درست میشه. باران باد بیاد درست میشه. باران بیاد درست میشه. ما کی درست میشه؟